با سلام و درود به شما مردم آزاده و مبارز. جمهوری اسلامی رفتنی است، آینده ای نداره و این رو فکر میکنم همه ما میدونیم، نه تنها همه ما مردم ایران، بلکه بسیاری از کسانی که در سطح جهان دارن حوادث را در ایران دنبال میکنن به این واقعیت پی بردن که این حکومت قادر به موندن نیست. از کجا میشه اینو فهمید؟ چه چیزی این رو مشخصا نشون میده؟ به نظر من نگاهی به وضع حال این حکومت نشون میده که آینده تیر و تاری در انتظارش است. نشون میده که این حکومت به هیچ وجه قدرت بقا نداره و رفتنی است. برای نگاهی به وضعیت امروز به نظر من باید همین حوادث جاری رو، حوادثی که همین الان داره در ایران اتفاق میفته، اونها رو مد نظر قرار داد. امروز روز به اصطلاح تحلیف این رئیس جمهوری بود که هیچ کس قبولش نداره. این مراسم رو برپا کردن. حالا از این بگذریم که چه در مراسم تنسیس چه تحلیف بیشتر فلاکت و استیصال خودشون رو نشون دادن تا یک نوع رسمیت دادنی به خودشون. علاوه بر اون چیزی که در جامعه گذشت، اون چیزی که مردم کردن و نحوهی که حکومت این مراسم ها رو برگزار کرد به نظر من نشون میده هیچ چیزی عادی و متعارف نیست. همه چیز داره نشون میده که این حکومت کاملا بحران زده است. حتی به زور سیلی هم نمیتونه صورتش رو سرخ نگه داره و با هزار و یک تمهید و با اتکا به زندان ها و شکنجهگاه ها و نیروهای انتظامی الان حتی در عادی ترین فعالیتاش انجام میده و حتی از اون هم کم کم قادر نیست. داره در از هر جهت فرو میریزه، فلج میشه و سرشت امور کاملا از دستش در رفته. امروز چه گذشت؟ امروز قرار بود که در مجلس مراسم تحلیف برگزار بشه و اگر جامعه در این حالت انقلابی به سر نمی برد، اگر یک شرایط حتی نسبتاً عادی داشتیم، یعنی مقایسه کنید با دوره اول ریاست جمهوری خود همین جناب احمدی نژاد، خب طبعاً مراسمی گذاشته می شد، خبرنگاران می رفتن، رادیو تلویزیونان می رفتن، گزارش تهیه می کردن، مردم هم با تمام تنفری که از این حکومت داشتن بالاخره مشغول زندگی روزشون بودن و اکسال عملشون به این نوع مراسم ها فقط یک لبخند تمسخر آمیزی بود و بعد احیانا لطیفه ها و جوک هایی که در این مورد ساخته می شد. امروز ولی ببینید چطور اینها این مراسم تحلیف رو برگزار کردن. نزدیک هزار، در گزارش ها اینطور بود، نزدیک هزار نفر نیروهای انتظامی و نظامی فقط در میدان بهارستان متمرکز شده بودند. به متروها دستور داده بودند که در میدان بهارستان توقف نکنن برای اینکه کسی نتونه به اونجا دسترسی داشته باشه. با این حال هزاران نفر، در گزارش ها هست 50,000 نفر و شاید بیشتر از اون جمعیت در میدان بهارستان حضور داشت و باز درگیری شد، دستگیری شد، جنگ و گریز شد. و فقط هم مسئله میدان بهارستان نبود، در تمام میادین اینطور بود، در تمام نقاط مهم تهران همین حالت وجود داشت. و بعد آقای احمدی نژاد رو با هلیکوپتر آوردن و با هلیکوپتر بردن. ایشون حتی نمیتونه سوار اتومبیل بشه، تو خیابان‌های پایتخت حرکت کنه. خب چه چیزی در مورد چنین رژیمی عادیه؟ آیا اصلا چنین وضعیتی قابل دوام هست؟ دیرم اینها نیروهای انتظامیشو در خیابون‌ها نگه دارن. وقتی گزارش هست که 1,000 نفر اقلا در میدان بهارستان نیروهای نظامی انتظامی بودن، میشه حساب کرد با یه حساب سرانگشتی که چند ده هزار نفر دیگه در بخش‌های دیگه تهران کنترل داشتن میکردن جمعیت و مردم رو و ده‌ها و صدها شاید هزار دیگه در سراسر ایران. یک حکومت نظامی اعلام نشده، یک حکومت دیکتاتوری نظامی هست که فقط رسما اعلام نشده، عملا اینطور هست، عملا این یک حکومت نظامی است. و اگر نتونسته جامعه رو آروم نگه داره به خاطر این نیست که کم مایه گذاشته، به خاطر این نیست که با تمام توحش نیومده تو خیابون، به خاطر این هست که مردم جوابشو دادن و این نمیتونه حتی
در مقایسه با 6 ماه پیش خود این حکومت به اون صورت حتی کنترل کنه، چه برسه در مقایسه با کشورهایی که حالت نرمال و عادی رو دارن و بالاخره دولت ها دارن امور روزمره رو به پیش میبرن. این رژیم رژیم بحرانه و این بحران در این دوره چنان حاد شده در این دو ماه اخیر که اینها فقط به زور به بند کشیدن جامعه و زیر چکمه قرار دادن مردم، فقط به زور به جان مردم انداختن چاقوکش هاشون، لباس شخصی هاشون، بسیجی هاشون و غیره میتونن روی کار بمونن. به این نمیگن اداره جامعه و به این چنین دولتی هم نمیگن دولت. به این جامعه، این جامعه یک جامعه متعارفی که در حال کاروبار روزمرش هست نیست. همین چندی پیش تمام مسابقات فوتبال رو تعطیل کردن، بهانه‌شون هم این بود که آنفولانزای خوکی یا به قول مردم آنفولانزای آخوندی اومده و این مسابقات تعطیله. فردا با دانشگاه ها میخوان چه کار بکنن، با مدارس میخوان چه کار بکنن. این حکومتی است که تجمع مردم به هر دلیلی، نه فقط تجمعات اعتراضی، تجمع مردم به هر دلیلی یک خطر مرگ و زندگی رو در برابر این حکومت میذاره و به همین دلیل اینها میخوان هر شیوهی شده جلوی تجمع رو بگیرن. اگر مسابقات فوتبال باعث تجمع میشه و جشن رو گرفت، میدونن که هر تجمعی خواه ناخواه به یک فریاد اعتراض‌آمیز و به یک حرکت اعتراضی تبدیل خواهد شد. و این رو نه فقط تجربه این دو هفته اخیر، این اصلا سابقه این حکومت همینطور هست. همیشه از جمعیتی که به اصطلاح جایی جمع بشه در هراس بوده و مسابقات فوتبال هم سابقه داره. اینها از فصلها و از دوره‌های قبل مسابقات میدونن که هر مسابقه فوتبالی بالقوه یک بمب انفجاری هست زیر پایین حکومت، چه برسه به امروز. به همین خاطر من فکر میکنم که از هر نقطه نظری نگاه کنید، این حکومت یک حکومت متعارف دیگه نیست و این جامعه یک جامعه متعارف نیست. اقتصاد خابیده، کاروبار روزمره، ادارات، کارگاه ها، شرکت ها، کارخانجات کاملا فلج شده یا با حد اقل باراوری و راندمان داره کار میکنه. در خود حکومت کسی رو نمیشناسه. اینا همه به جان هم افتادن و ریزش درونی حکومت شروع شده. آخرین خبری که در این زمینه داشتم این بود که در اخبار هست که امامی کاشانی، یکی از آیت‌اللهایی که خودش متعلق به خط اصولگراست و در مراسم تنفیذ هم حضور داشته، ایشان در مسجد جمع‌کنان ظاهرا صحبتی کرده و گفته که این فقیه ما در حال سوسو زدن، نوری نداره و دست به دامن امام زمان شده که هرچی زودتر ظهور به فرما. خلاصه فقیه خراب کرد. این فقیه قدرت اداره جامعه رو نداره. این تازه یکی از آیت الله طرفدار این هاست. و بعد هم میدونید در این چند هفته اخیر اخباری مدامی که میاد، آیت اللهی که یکی بعد از دیگری فتوا میدن که خامنه‌ای باید برو غیره. این حکومت از درون به هم ریخته، هیچ چیزش عادی نیست. چند وقت پیش، همین 10 روز قبل، اون کشمکش و استکاکی که بین احمدی نژاد و خامنه‌ای حتی در گرفت، یعنی تیمی که باید قاعدتا خیلی هوای همدیگر رو می‌داشتن و در این اوضاع همدیگه حمایت می‌کردن، دیدیم به چه روزی سر مسئله مشایی چه دعواهایی در گرفت و بالاخره هم کار فیصله پیدا نکرد. این استخون لایزخ موند. در مراسم تحلیف و تنفیذشون بسیاری از کسانی که رسما بعد حضور می داشتن، مثل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل رئیس مجلس خبرگان، رئیس جمهورهای سابق که همه اینا، یعنی رفسنجانی، خاتمی، موسوی غیره، حضور پیدا نکردن. به علاوه بخش زیادی از مجلس آیت الله های دیگه حضور پیدا نکردن که قاعدتا میباید میبودن. به همین دلیل هم رژیم حتی نتونست فیلم این مراسم رو بگیره یا اونها رو زنده پخش کنه یا حتی بعدش به کسی نشون بده که در اون مراسم چه گذشت. یعنی در رابطه با عرف و سنت های خود اون حکومتی